به نام خداوند بخشنده رحم گستر و به یاد آنان که در این سرزمین شب و روز می کوشند تا امنیت و آسایش ما را تضمین نمایند. با سلامی دوباره به شما بینندگان عزیز هنر دوبله، این بار در خدمت یکی دیگر از استادان بزرگ هنر دوبله و مدیر دوبلاژان متعهد هستیم. این میهمان عالی قدر کسی نیست جز جناب آقای تورج مهرزادیان و این افتخار نصیب من شده که در خدمتشون باشم. خب جناب آقای مهرزادیان، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید. اگر گفتگویی صحبتی با بینندگان دارید لطفاً بفرمایید. من تورج مهرزادیان هستم، عرض ادب میکنم به تمام ملت عزیزم، هموطنهای خوبم. خوشحالم از اینکه 33 سال تونستم خدمت کنم و مردم رو به شکلی سرگرم کنم. در خدمتون هستم. بسیار متشکرم. بفرمایید که شما قبل از ورود به عرصه دوبله فعالیت هنری چیزی هم داشتید قبلا؟ بله، من خاطرم میاد دوران تحصیلات دبیرستانم توسط یک از دوستانم در رادیو فعالیت کردم، برنامه‌ای به نام برنامه جوانان که تهیه کنندش آقای غلامرضا طباطبایی بودن. بله. و مدیرش هم آقای امیرحسین مهرپور. در اونجا من کار گویندگی رو به طور زنده و غیر زنده تجربه کردم. خب خیلی خام بودم، برای اولین بار بود میرفتم، طبیعتاً خیلی هیجان داشتم، ولی خب خانواده مخالفت میکردن که اعتقاد داشتن که من تحصیلاتم رو ادامه بدم. رادیو رو زیاد ادامه نتونستم بدم، ولی در دوران دبیرستان شروع کردم با کار تئاتر. کارم رو در واقع اینجوری شروع کردم، با بازیگری در تئاتر. و یک مجموعه هایی بود اون زمان که جوان ها بیشتر رو جمع می شدن، فرصت های خوبی داده می شد بهشون، فضای مناسبی بود که ما هر کسی هر هنری داره هر جوانی اونجا نشون بده. من هم خب عضو اونجا شدم و کار تئاتر رو اونجا آغاز کردم، با بازیگری در تئاتر. به سینما هم علاقه داشتی؟ بله علاقه داشتم، ولی نه اون زمان. بله. اون زمان دوست نداشتم، ولی کار کوتاه می ساختیم با دوستانمون. اونجا کار سینما، کار فیلم های کوتاه رو انجام می دادیم، ولی تئاتر رو بیشتر دوست داشتم، علی خصوص کارهای آقای استاد بیضایی رو. در اون سالها من به جرئت میتونم بگم به حدی رسیده بودم که میتونستم یه کار کارگردانی بکنم، یه کاری رو از کارهای آقای بیضایی رو کارگردانی کنم. چند تا نمایشنامه کار کردم. البته دوستانی که من باشون هم دوره بودم الان باعث افتخار من بزرگترین هنرپیشه های مملکت هم. که یه موقعی ما در خدمت هم بودیم و با هم دیگه کار تئاتر میکردیم. اون سالها یه جشنواره بود که من در اون جشنواره شرکت کردم، یه کاری رو از آقای بهرام بیضایی، استاد بهرام بیضایی، انتخاب کردم به نام مترسک‌ها در شب. در جشنواره بردم شرکت دادم و مقام بهترین کارگردانی رو گرفتم. خدمت رو عرض کنم که دوستان خیلی خوبی هم چه جشنواره‌ای بود؟ یه جشنواره سراسری بود برای جوان‌ها که هر سال این اجرا می‌شد. این جشنواره در خارج از تهران بود، توی اردوگاه رامسر. صحیح. بله. بعد اکثر نمایشنامه رو بچه‌ها می‌بردن اونجا، کار بسیار خوب، بسیار بچه‌های هنرهای دراماتیک. بله، بله، بودن. بله، بچه‌های هنرهای دراماتیک بودن. بعد اینا عضو همین مجموعه جوانان بودن که اونجا فعالیت می‌کردن. اکثر بچه‌هایی که الان دارن کار سینما میکنن عضو اونجا بودن، از اونجا شروع کردن. خیلی فرصت اونجا بود. بله. جای دیگه این فرصت رو به ما نمیدادن. خدمتتون عرض کنم که بچه‌های خیلی خوبی هم تو نمایشنامه من بازی میکردن، از جمله آقای کاسبی، آقای حبیب اسماعیلی، منوچهر توسلی، یادش بخیر اینجا نیستن. اون کار بسیار موفقی بود. از کارهای آقای بهزاد فرهانی هم من انجام دادم، یه نمایشنامه داشتم به نام نالدی، به ترکی یعنی چی مانده، اونم کارگردانی کردم، کار خوبی بود. چندین نمایشنامه و به این ترتیب من کارم رو ادامه دادم و به صدا خیلی علاقه داشتم. تا سال، البته بعد از تحصیلاتم، من تحصیلات فنی دارم و خدمت رو عرض کنم که مرسی زیمنس رو پشت سر گذاشته بودم که بعد کارمند شرکت نفت شدم، برمان تکنسیان خط لوله، و اونجا 9 ماه بیشتر نموندم. سال 2 سال من پشت شرکت نفت خوابیدم که استخدام بشم. خدمت رو عرض کنم که تا سال 55 که
تو دانشکده هنر دراماتیک ما یه نمایشی داشتیم کار میکردیم. خدمت رو عرض کنم یکی از صاحبان استودیو اومد اونجا و گفتش که ما گوینده احتیاج داریم و گوینده قدیمی کمند و بعضی این صحبت و ما به این ترتیب وارد دوبله شدیم. شما قبل از اینکه وارد عالم دوبله بشید فیلمای دوبله به فارسی را میدیدید؟ فیلمای خارجی دوبله به فارسی؟ بله خیلی علاقه داشتم. اصلا اینقدر به سینما علاقه داشتم و به صداها، بله، علاوه خصوص صدای گوینده های قدیمی، بله، خیلی برام الهام بخش بود. صحیح. خیلی زندگی میکردم با این صداها. چه فیلمایی رو دیده بودید اون موقع ها؟ فیلمای قدیمی خیلی فیلما رو من میدیدم. الان حضور ذهن ندارم که اسامیشون رو دونه دونه نام ببرم، ولی بیشتر فیلمایی که جناب علی، آقای اسماعیلی یا گوینده های دیگه که صحبت میکردن خیلی لذت میبردن. این صداها برام موسیقی بود. پس اصولا به دلیل این که شما اومدید به عرصه دوبله متأثر از دیدن همون فیلم ها بود؟ همون فیلم ها بود، بله. یعنی اونا شما رو تشویق کرد که به عالم گویندگی؟ حتی شاید بعضی وقتا شیطنت میکردم و جاهای خودم رو دوبلور معرفی میکردم. گفتید من دوبلورم؟ بله. خیلی جالب. چون کارو صدا هم کرده بودم، بله، از طریق رادیو و زمانش هم البته کوتاه بود ولی برام خیلی زیبا بود اون لحظات. بله. تو همون برنامه خیلی ها اومدن و گوینده اصلا رسمی رادیو شدن ولی من پدرم موافقت نمی کردن و اجازه نمی دادن. خب چگونه شد که شما وارد حرفه دوبله شدید و اولین مدیر دوبلاژی که باش برخوردید کدوم یکی از این آقایان بودن؟ بله، عرض کردم سال 55 بود که یکی از صاحبان استودیو اومد و پیشنهاد داد که ما گوینده میخواییم. بعد من متوجه شدم که گوینده های قدیمی بابت دستمزدشون اعتصاب کرده بودن. صحیح. اعتصاب به اون نام نه ولی خب اعتراض داشتن نسبت به دستمزدشون. صاحبان استودیو خب واکنششون داده بودن. ما هم از همه جا بی اطلاع بودیم. بعدن که مطلع شدیم طبیعتا ما هم واکنششون دادیم. ولی ادمون خیلی زیاد بود. من خاطرم است که زنده یاد آقای خسرو شکیبایی هم با ما بودن اون سالها. قبلا هم مثل که می آمدن دوبله ایشون و زنده یاد آقای همایون ایرانپور. بله بله. اولین فیلمی که من توی اون استودیو حرف زدم طالع نحس بود. خیلی جالبه بهتون بگم که مدیر دوبلاژ اون فیلم آقای مرتضی حنانه بودن. آقای نظام فاطمی فعال بودن اونجا مدیریت میکردن. خدمتتون عرض کنم که بله بله کارگردان سینما بودن آقای نظام فاطمی. آقای حسین مدنی نویسندمون استاد عزیزم که من همیشه به یادشونم و خدمتتون عرض کنم که بله خدمتتون عرض کنم خیلی از آقایون دیگه بودن. من با تمام اینا به صورت میتونم بگم به صورت آماتوری بود دیگه، کار حرفه‌ای نبود. جدید بود گروه جدید بود. بله همه جوونا بودن. بله از تعداد اون آدم‌ها ما دو سه نفر فقط انجمن ما رو پذیرفت، انجمن گویندگان. بعدن که مشکل حل شد و آقایون خانم‌ها برگشتن سر کارشون ما رو پذیرفتن. همه رو پذیرفتن؟ نه خیر، فقط سه نفر. چرا سه نفر؟ اتفاقا چهار نفر ما بودیم که ما رو پذیرفتن. بین اون همه آدم ما چند نفر رو انتخاب کردیم؟ یعنی گفتن شماها به درد این کار می‌خورید. از نظر تکنیک کاری بله ما رو انتخاب کردن. بله بله. خب هیچ بعد دیگه یعنی وارد انجمن گویندگان شدید؟ وارد شدیم، کارت شدیم، کارتمون رو گرفتیم و اولین کسی که من با ایشون آشنا شدم و همیشه هم بهشون ارادت دارم و اصلا الگوی کار من در دوبله هستن آقای منوچهر زمانیه. منوچهر زمانی؟ بله. 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 آقای منوچهر زمانی بودن به خاطر انعطاف صداشون و به خاطر علاقه‌ای که ایشون به من داشتن و تو کاراشون اکثرا بودم راهنمایی می‌کردن. بعد دیگه تحت حمایت آقای مقامی قرار گرفتم. بله. و تشویق‌های خانم شکوفنده و بعد دیگه استاد ناظریان زنده یاد که دیگه در خدمتشون بودن. بله. زنده باشن. پس اولین مدیر دوبلاژ آقای منوچهر زمانی, زمانی بودن. آقای منوچهر زمانی. خاطره‌ای دارید از اون زمان که رولی بهتون دادن پیشنهاد کردن چه کار کردید؟ آقای زمانی میدونی که یکی از کمدیگوهای فوق‌العاده بودن. سری واقعا. یعنی اصلا من میدیدم که مثلا 20 صفحه دستشون میگیره و این 20 نفر هر جا هم گیر میکردن از خودشون میگفتن. بعد ما بیشتر میخندیدیم دیگه و من هم میگم مرسی تو خیلی میخندی و خیلی هم منو دوست داشت. واقعا هم به من نسبت من محبت داشت و کارهای اولیه الفبای این کار ایشون به من یاد داد. خب کارهای کمدی بیشتر کار میکردن، کارهای جدی کمتر بود. فیلم ها اون زمان بیشتر مثل این فیلم ها
مورد پسند مردم بود. تا یه روز من و یکی از عزیزانم گفتش که برید تو و شروع کار بود. اول صبح گفت برید تو دو تا مردم مسن بگیدش. من با این همکار عزیزم رفتم تو، شروع کردیم کمدی گفتن. کمدی کردیم. دیدم داره پشت میخنده. گفت این فیلم یه فیلم تراژدیه. خیلی هم جدیه، شما دو تا شدید اینجا کمدی دارین تعریف می‌کنید. خاطره دارم ازشون، ولی خب نمیشه گفت، برای اینکه مشکل ایشون با نمک بوده. خیلی. و من باید اذعان کنم که بدون استثنا یکی نه تنها گوینده کمدی بود در فیلم‌های دوبله به فارسی که اجرای نقش می‌کرد. فکر نمی‌کنم بالاتر از اون داشتیم در کمدی، در اجرای نقش های کمدی، مخصوصا فیلم هایی رو که به جای چی بود، پیتر سلرز بود، پیتر سلرز، فیلم های پیتر سلرز، یه هنرمندهای عجیب غریب ایتالیایی بود، ایتالیایی، بله، اون ویتوریو دسکا و ویتوریو گاسمن و شاهکار بود، نمیدونم، آلبرتو سوردی، آلبرتو سوردی، بله، فوق العاده میگفتن. البته ما داریم هنوزم آقای جلیبا، هنوزم واقعا هستن، مثل من و چلی مثلا، هر کسی یه جور کمدی میگه. درسته. اون کمدی که اون میگفت اصلا منحصر به فرد، منحصر به فرد همینه میگن تو فیلمای یعنی هیچ کس نمیتونست اداشو در بیاره، واقعا نمیتونست اداشو در بیاره، ولی ممکنه دوستان دیگه جاشون کسای دیگه هم بیان یه خورده نزدیک بشن بهش. دقیقاً. ولی کار آقای زبانی رو اصلا نمک نداشت. درسته. اون کارش با نمک و یک اصلا دهن گرمی داشت دیگه آقای. خیلی گرم بود و فیل بداهه یه چیزایی میگفت که شما اصلا جزء دیالوگ نبود و ضبط خراب میشد. یادمه مثلا بچه‌ها میمونن میگفتن آقای قزوینی قرار نبود شما اینو بگیم. خب به نظرم رسید این واژه رو از کجا میآوردن؟ خدا بود هر دفعه تو خوب میزدن دیگه اون واژه رو تکرار نمیکردن، یه چیز جدیدتر میگفتن. ای کاش پدر بزرگم اینجا بود و این لحظه رو تجربه میکرد. سوالی دارم که مایلم مطرح کنم. فکر میکنید صفحه از خاطرات بود که از آتش در آوردن چی شد؟ شاید هرگز ندونید. شاید. شایدم نه. منم مثل شما یکی از اون پدر بزرگا داشتم. در شجره نامه خانوادگی به نام سایلاس ویلکینسون برامون داستان شبی رو که لینکلن تیخور تعریف میکرد. به گفته سایلاس بود اون شب به خاطر نقشه گنج سراغ تامس گیتس نرفت. ملاقات به خواسته تامس بود، ملاقاتی برای طرح سوء قصد به لینکلن. واقعا مزخرفه، این کذب محض. خانم ها، آقایان، آنچه میبینید یکی از صفحات گمشده خاطرات شوم جان ویکس بوده که نام تامس گیت همراه با اسامی سایر قاتلین بر اون نوشته شده. خب به لاتین چی گفت؟ بود دانشجو زبان لاتین بود و پس از کشتن لینکلن به لاتین فریاد زد سیک سمپر ترانیس، یعنی این سزای ستمکاران است. میدونیم سرات کپیه؟ تدارکات نظامی. مری سرات به جرم تهیه سلاح و دوربین برای بود محکوم به اعدام شد. فعالیتتون رو اینقدر ادامه دادید تا مدیر دوبلاژ ها، خودتون که شاید نه ولی مدیر دوبلاژ ها، متوجه شدن که شما الان یه گوینده قادری هستید و رولای خوب میخواید بگید. اون نقطه اوج شما و تکامل شما در کار گویندگی در چه فیلمی بود؟ که فلان کس دید این فیلمو، آقای ایکس این فیلمو دید و گفت مرزادیان تو واقعا خیلی عالی گفتی و اگر همینطور ادامه بودی برای رول اول خواهیمون و رولای بزرگتر و بزرگتر خواهی گفت. اون نقطه اوج شما در چه فیلمی بود؟ خدمت رو عرض کنم که ما یک فیلم کار میکردیم. چه چیز جالبی رو به یاد من انداختید آقای جلیمن. خواهش کنم. من خیلی آقای خسرو شاهی رو دوستشون دارم، ایشون هم واقعا در حق من خیلی استادی کردن. یه فیلمی رو در یک استودیو کار میکردیم به نام مسیر سبز. هنرپیشه اون تو بود که آقای خسرو شاهی مدیر دوبلاژ بودن. به من گفتن مرشد جان اینو خیلی حواست جمع کن. من وقتی نگاش کردم دیدم این هنرپیشه واقعا هیجان عجیب غریبی داره. چه بازی عجیب غریبی کرده. یعنی تمام هنرپیشا تو اون فیلم بی‌نظیر بازی کرده بودن. ما بین ضبط، یعنی وقتی نوبت من نمی‌شد، دیالوگمو می‌گرفتم از آقای خسروشاهی، می‌رفتم تو ماشین شروع می‌کردم به داد و فریاد کردن که جایی بتونم جیغ بکشم. نه فریاد بزنم، جیغ بکشم، کوک کنم صدام. اونجا بود که من کارم رو انجام دادم
و این استاد یه روز برگشت به من گفتش که خیلی تعریف کرد، خیلی محبت کرد. اونجا احساس کردم که میتونم بار یک فیلم رو رو دوشم بکشونم تا آخر. هنوزم البته اطمینان ندارم، این اطمینان رو واقعا بستی همکاران من به من بدن. نه مسلما که اینطور هست. شما الان من فکر کنم سریع ترین گوینده ای باشید که یک رول بخوان جلوتون بذارن و بگن، نه اینکه زود حاضر بشید، بگن که این قسمت رو باید بخونید. من فکر کنم که اگر شما از اینجا تا اینجا رو که مثلا 20 خط هست در عرض 20 ثانیه بخونید، شاید دیگران در عرض 50 ثانیه بخونن. میدونم که سریع، بسیار سریع هستی، چون با هم کار کردیم و دیدم. آقایون هم همه میگن، میگن سریع ترین گوینده آقای میرزادیان هستن. باشن، تشکر میکنم. من هر چی دارم از گوینده های قدیمی است. سپاسگزارم از طرف همه اونها. همچنین خود جناب علی. لطف دارید. شما سالها گذشت تا به مقام مدیریت دوبلاژ رسیدید. بله. با چه فیلمی شروع کردید مدیری دوبلاژ؟ خدمت رو عرض کنم. اولا من سمت مدیر دوبلاژی رو خیلی سمت بالایی میدونم. بله. خیلی هم با احتیاط بهش نزدیک شدم. بله. من فکر میکردم، هنوز هم این فکر میکنم که احتیاج به تجربه خیلی خوب داره، تجربه خیلی زیاد که مدیر دوبلاژی بکنه. سالهای سال گذشت من این کاری کردم آقای جنیبم، یعنی میگه چیزی حدود 20 سال 25 سال گذشت. شاید من الان 7-8 ساله که مدیریت میکنم، اونم نه پشت سر هم مداوم. فیلمایی رو که دوست دارم کار میکنم، اگر دوست داشته باشم. اولین کاری که من تقریبا کردم به طور جدی یک سریالی بود به نام باغ گیلاس، سریال فارسی بود، باغ گیلاس بود. از اونجا کار جدی مو شروع کردم. اونم شد خیلی خوبی هم توش بازی کرده بودم و مال صدا و سیما هم بود. اونجا خب گوینده های قدیمی خیلی به من لطف کردن. خیلی. خود هنرپیشا نمیبرم به جای خودشون صحبت کنن. نخیر، نخیر. همه رو گوینده بودن. همه رو گوینده آقای مقامی بودن، آقای والیزاده بودن. بله. خانم شکوفنده بودن، خانم مینو بودن. خیلی از بچه های بله. قدیمی و حتی خانم. اولین تجربتون بود. اولین تجربه جدی من. راضی بودید از کارتون؟ بله، خیلی راضی بودم. صاحبان کار همه؟ صاحبان کارم راضی بودن. براتون یه پشتوانه شد برای آینده؟ بله، برام پشتوانه خوبی شد. بعدش یه سریال دیگه کار کردم به نام جاده، باز اون فیلم فارسی بود، فارسی بودش. اونم کار خیلی خوبی از آب در اومد با همکاری همکارای قدیمی عزیزم. بعد از اون دیگه نه به طور متناوب بلکه هم جست و گریخته. بله. کاری که دوست چه دارم. فیلمی بود اولین فیلم خارجی که دوبله به فارسی کردید؟ اونم باز یه سریالی بودش آقا، یک سریال تقریبا 5-6 قسمتی بود به نام اگه اجازه بدیم حضور ذهن داشته باشم. حتما. عجیبه. مال چند وقت پیش هست این؟ این قضیه مال تقریبا 12 سال پیش. 12 13 سال پیش. فیلم تلویزیونی بود؟ بله. فیلم تلویزیونی بود، سریال بود. سباستیان. سباستیان. بله. خودتون هم گویندگی می‌کردید توش؟ من اصولا فیلمایی که دوبله می‌کنم سعی می‌کنم خودم زیاد گویندگی نکنم، مثلا اگه کارهای سنگینی باشه. بله. که سعی می‌کنم این کارو نکنم. خب موافقید که با هم دیگه بریم یکی از فیلمایی رو که شما صحبت کردید به نام پالپ فیکشن، اون فیلم مشهور رو که به جای کی بود؟ هاروی کیتل. هاروی کیت؟ هاروی کیتل. هاروی کیتل درست. بله. هاروی کیتل. منم اون تو بود که صحبت کردم. بله جناب علی هم صحبت کردید. در خدمتتون بودیم. خواهش کار بسیار زیبایی بود. در خدمتتون بودیم. خواهش می‌کنم. شاگرد امیدوارم قبول کنید شما. خواهش می‌کنم. با کسی عمر شاگردی شما. میریم به دیدن این فیلم زیبا که خودتون صحبت کردید و صدای شما رو ببینیم که مردم هم لذت ببرن، ما هم بیشتر لذت ببریم مجددا. میریم و برمیگردیم. جیمی باید به کمد ملفات حمله کنیم. ملف رو تخت لاف، پتو، از اینجور چیزا لازم دارم. هر چی زخیم‌تر و تیره‌تر بهتر. سفید نمیخوام، به درد نمیخوره. باید صندلی‌های عقب و جلو به اضافه تمام کف ماشین با لحاف و پتو استتار کنیم. اینجوری اگه پلیس جلوتون رو بگیره و بخواد تو ماشین سرک بکشه، در نگاه اول همه چی طبیعی به نظر میاد. خیلی خب رابی افچیمی، شما هم پاشنه‌ها رو بر بکشین. لطفاً میگفتی بد نبود. چی گفتی؟ لطفاًم میگفتی بد نبود. خب گوشت واکن بچه، من نیومدم بگم لطفاً، اومدم بگم چی کار کنی. اگه با چیزی به اسم غریزه بقا آشناسی، بهتره هر کاری میگم فوراً انجام بدی. من اومدم کمک کنم،
اگر نیازی نیست شما رو به خیر و ما رو به سلامت. نه نه نه، سوء تفاهم نشه آقای ولف، ما خیلی هم به کمک شما نیاز داریم. آقای ولف گوش کنین، قصد من توهین نیست، شما قابل احترامین، فقط خوش ندارم به هم امر و نهی کنین. همین ببین، من سریع و کوتاه حرف میزنم چون وقت کمه، سریع فکر میکنم، سریع حرف میزنم، شما واسه خلاصی از این وضعیت سریع عمل کنین. پس بلورک نازک دل، لطفا بپرتون اون لگن رو قالب بکن. این سرعتی که به خاطر سیستم دیجیتال وارد این کار شده لطمه میزنه به کار جوانات. دقیقا به خود فیلم هم لطمه میزنه. من هر چقدرم گوینده تیزی باشم، هر چقدرم سریع باشم، خب مدیر دوبلاژ میتونه اعتراض کنه یا میتونه بگه که آقای صدابردار نگه دار، صبر کنید گوینده ای من حاضر بشه، دو دفعه سه دفعه بگه. این ایرادی داره که اگه سه دفعه چهار دفعه یه گوینده تمرین کنه بعد بگه ضبط، حتما دفعه دوم باید بگه ضبط. این جریان چیه؟ من یه کمی من روشن حوصله ها یه کمی کم شده، حوصله ها کم شده، کم شده. و خب میدونید ما اون موقع سینما جوری بود که وقتی سینما، وقتی شما سینما میرفتید تصویر رو روی پرده بسیار عریض میدیدید، خب با یک صدای عجیب غریبی، 35 میلیمتری خودتون هفتاد صداتون رو میشنیدید. بله آقا جان، لذت میبردید، واقعا اینطور لذت میبردید. الان نیست، الان تلویزیون پخش میشه. عرض کردم اهمیت کار داره از بین میره، حیف این حرفه از بین بره. و واقعا یه چیزی که من همیشه بهش معترض بودم و اعتراض داشتم به این قضیه این بود که کسی پیدا نشد، یک دلسوز پیدا نشد که شغل ما رو به مردم اونجور که باید شاید معرفی کنه. همیشه دوربین آوردن توی راه رو، اسمتون چیه؟ چند سال اومدی؟ حالا میتونی یه صدا از خودت در بیاری؟ اصلا شغل من این نیست. اهمیت شغل من رو به مردم معرفی نکردن. مردم باید اهمیت کار من رو بدونن که چقدر کار ما سخته، چقدر سختی میکشیم توی این کار و توی این اتاقای تاریک ما چه عذابی میکشیم تا یه کاری در مجموع میاد و شما نگاه میکنید با خیال راحت، اما ما عمرمون رو دادیم، جوانیمون رو دادیم توی این کار. فکر میکنید که اگر یکی باعث بانی بشه یه سینمای خوب درست بکنه با صفحه عریض و بسیار زیبا؟ بله. البته نه به اون سیستمای قدیم، چون اون سیستمای قدیم که یک سینما بود با هزار نفر میرفتن توش، نه یک مجموعه باشه که فقط فیلمای خارجی رو نشون بده. فکر میکنید بیننده داره؟ بله خیلی بیننده، مردم استقبال میکنن، خیلی استقبال میکنن. اون موقع تازه اهمیت اینا که حرفه‌ای هستن، تاجر این کار هستن، پا پیش نمیذارن یه همچین کاری رو بکنن. خب اینا رو بعد از خودشون بپرسیم، حتما یه معذولاتی دارن. نه واقعا این سینمای زیبایی که الان درست شده توی این خیابون بزرگراه نیایش، بله دیدی چه سالن زیبایی، بله، چقدر فوق العاده است. خب یه دونه از اینا رو مگه میذاشتن فیلمای فارسی فرنگی نمایش میدادن ای میداش؟ من فکر نمی کنم ای داشته باشه، تازه اونجا اهمیت کار ما خودشون نشون میده. یک جنبه رقابت هم پیدا میشد دیگه برای فیلمای ایرانی طبیعتن. که مردم فیلم، چون همه که به طور ویدیو، به صورت ویدیو تو منزلاشون میبینن همه جور فیلم، بله. خب باشه در معابر عمومی یک سینمای بزرگ باز بشه و این فیلمای خارجی رو نشون بده، چه عیبی داره؟ به نظر منم عیبی نداره، امیدوارم که مسئولین توجه کنن، شاید به داد ما برسن، صدای ما رو مردم بیشتر بشنون، منتها با مطلوبتر و با کیفیت بهتر. فیلمای خوب ببینن با صدای گوینده های خوب. خب راجع به اون فیلمی که صحبت کردید، ون هسلینگ، که فیلم ترسناکی بود، بله، و شما به نقش دراکولا صحبت می‌کردید و من بغل دست نشستم می‌ترسیدم، هر وقت احساس می‌کردم الان دراکولا ممکنه خون منو بپچه. اون فیلمو می‌ذاریم با هم دیگه می‌بینیم، ببینید که چیکار کردید در اون فیلم. خنجر نقراتینه. چند وقت گذشته؟ 300-400 سال پیش؟ یادت نمیاد درسته؟ چه چیز باید دقیقا یادم بیاد؟ تو که وان هلسینگ کبیری، کسی که استبد تا استانبول تمنده و روم ازش محافظت کرده، اما مثل من توسط اونا شکار. تو هم راجب من میدونی؟ بله، اما خیلی بیشتر از اینا. ما تاریخی رو با هم گذروندیم، من و تو گابریل. هیچ تا حالا فکر نکردی چرا کابوس های این چنین وحشتناک میبینی؟ صحنه های فجیع از نبرد های باستانی در گذشته،
تو چطور منو میشناسی؟ خب فیلم جالب بود. چطور بود؟ خوشتون اومد؟ خیلی بد مردم خوششون بیاد. ما رو سوز کرده بود. اختیار داریم. خیلی خوش گذشت در کنار تو. واقعا یادم اون فیلم خیلی هم خندید. خیلی لذت بود. اون روز خیلی خوبی بود. خیلی جالب بود. بله. خب من شنیدم شما تو بعضی از فیلم‌های فارسی هم همکاری داشتید به عنوان بازیگر. بله. من خدمتتون عرض کنم که اوایل انقلاب دوستی داشتم برام آقای منصور تهرانی، ایشون تصمیم گرفتن که یک فیلم بلند بسازن. ایشون ترانه سرام بودن، شاعرم بودن، ولی خب کار سینما رو هم می‌کردن. فیلم بود به نام یار دبستانی که الان سرودش هم اکثرا می‌شنوید. بله. این فیلم با نام دیگه اومد روی اکران به نام از فریاد تا ترور. این فیلم خیلی بین مردم گل کرد و خیلی دوستش. من یادم میاد دو سه ماهی پول تاکسی نمیدادم. اینقدر محبت میکردم مردم. من در جوار فیلم بازی میکردم. اما خب جدای از فیلم نبود. کار بسیار زیبایی بود. خدمتتون عرض کنم که فیلم دیگه ای بود با آقای جمشید ایدری به نام مرز. در خدمت هنرمندای خیلی خوبی بودم من. رول خیلی خوبی داشتم تو اون فیلم. خدمتتون عرض کنم که فیلم دیگه ای باز با آقای جمشید ایدری کار کردیم به نام تفنگدار که اینا رو همه رو تلویزیون لطف کردن پخش کردن. خدمتتون عرض کنم که این سریالی هم بودش که تو این سریال البته من 10 دقیقه یه رو بازی داشتم ولی دوست داشتم اون کار رو به نام یکی از این روزها که رول رهبر حزب کارگر رو من بازی می‌کردم. برای کار بازیگری جدای از خود من نبوده، من همیشه دوست داشتم. گاهگداری واقعا توی این انتخاب این کارها من سرگشته میکرد. نمایشنامه هایی بود که خیلی دوست داشتم. خب توی این فیلم هایی که بازی کردید خودتون به جای خودتون صحبت میکردی یا دوبلور میومد حرفی زد؟ تمامش رو خودم حرف زدم، غیر از یه دونش که کارگردان دوست داشت که کس دیگه صحبت کنه. البته اونم استادی بود جای من حرف زد، خیلی هم لذت بردم. آقای ناصر طهماس جای من حرف زدن تو فیلم تفنگدار. ولی حالا اینطور نیست، الان صدا سر صحنه میگیرم. بله. اون زمان که خیلی از هنرمندا بودن که واقعا دوبلورا خیلی ساختنشون، خیلی ساختنشون. تو خود یعنی چند درصد؟ من فکر می‌کنم یه چیزی مدیونه. من فکر کنم 80 درصدشون. 80 درصد بله. که بی‌رحمی می‌کنین حتما. نه واقعا اینجوری زیاده. خیلی اینجوری بود. مگر بعضی 50 درصد ماکسیمم. بعضی هنرمندا که واقعا هنرمند بودن میپذیرم. ولی بعضیا واقعا دوبلورا نجاتشون دادن. به نظر من آقای جلیبند بازیگری 70 درصدش بیانه. 30 درصدش کاری که میکنه انجام میده با کمک کارگر. بله. ولی بیانه که بهش شکل میده برای هر بازی. شما ببینید یک بازیگر خارجی یا یک بازیگر خوب، چرا بگیم خارجی، برای هر کلام، هر جمله‌ای که میگه ارزش و احترام قائله. برای اون کلام بازی میکنه. ما تو کار دوبله همین وضع رو داریم. یعنی من وقتی جایی کنر پیش حرف میزنم مال خودم نیستم، مال اونم، اما میبینم برای هر جملهش داره بازی میکنه. پس من وظیفه دارم این همون بازی رو ازش الهام بگیرم، از نوع صداش، از نوع گفتارش و اجراش کنم. یه بازیگرم همینطوره. بازیگر وقتی میاد جلوی دوربین اونجا متوجه میشه که ایداد کم داره. از گویش خوب، گویش خوب برای یک بازیگر لازمه. حکم اساسی داره. 70 درصد بازیگری. خب به عقیده شما یک مدیر دوبلاژ باید دارای چه خصوصیاتی باشه که بتونه یک فیلمو به نحو احسن دوبله کنه؟ بله. مدیر دوبلاژی به نظر من یک مقوله جداست، یک کارگردانیه با علم و آگاهی خیلی زیاد. خب طبیعتاً سواد فارسیش باید کامل باشه. این که مسئله شد، یعنی ما باید تمام این خصوصیات یک مدیر دوبلاژ رو جدا جدا کنیم. هر کدومش یک هنره. بله. هنر ادبیاتش، هنر انتخابش، درست این یک کارگردان که یک هنرمند انتخاب میکنه باید درست انتخاب کنه. انتخاب درست گوینده، مسلط بودن به فیلم، شناختن کار، هم از نظر فنی هم از نظر کار اجرایی. و خب اگر زبان هم بدونه که دیگه به نظر من کامل. نقش ترجمه چه کمک میکنه به مدیر دوبلاژ؟ بله خیلی کمک میکنه، کمک بسیار عجیبی میکنه برای یک مدیر دوبلاژ. اولا ترجمه یک فیلم، شناخت و شناسایی یک فیلم با مترجمه.
که این فیلم رو درست شناخته باشه، درست ترجمه کرده باشه. ما بارها شاهدش بودیم، با خود جناب علی هم حتی یه کاری بودیم که رفتیم تو ولی مترجم واقعا متوجه نشده، مدیر دوبلاژ هم زیاد پیگیری نکرده، رفتیم تو و گیج شدیم. بله. و مجبور شدیم دوباره کار رو تکرارش کنیم، یعنی بفرستیم برای ترجمه درست و بعد اومدیم اجراش کردیم. خود گوینده گیج میشه توی استودیو، نمیدونه چی باید بگه. خود ترجمه بسیار چیز با اهمیتی برای یک کار دوبله. جان هفنت، آل پاچینو، 88 دقیقه. ها میبینم که اندازه کلاسمون یه بار دیگه آب رفته. اگه شما به اخراج کردن رو بسیار ادامه بدیم. من شاگرد محبوب من مایک استم. خب بگید ببینم تمایز حقوقی میان دیوانگی و سلامت عقل بر چه اساسیه؟ بر اساس اختیار، درسته. و وقتی یه نفر وارد سالن دادگاه میشه در مرحله اول چه چیز مهمی رو باید به یاد داشته؟ که دیوانگی یه مفهوم حقوقی. دو تا از سه تا بد نیست. لعنتی، گفتم که باید اون کله رو آویزون میکردیم و به زور میآوردیمش. درباره چی حرف میزنی بیلیس؟ پس بهتره گوش کنی. اون میتونه 65 خانواده باشه. خودم میدونم بیلیس. دارم مینویسم که اینا هم رفتن. نمیشه. اگه دولت بیاد همه چیزو کنترل کنه، آقای استالینگو با کله اون گوز پیدا کنه، دخلمون اومده. شما به عنوان مدیر دوبلاژ اگر یک ترجمه بدی رو بدن خدمتتون، نگاه بکنید با فیلم، چون اول که نمیدونید خوبه یا بده. بله. فیلمو میبینید و یک چیزی از فیلم دستگیرتون میشه، شروع میکنید به سینگ زدن از صفحه اول. صفحه اول میرید به صفحه دوم، هی جلوتر میرید، میگه خود مشکل داره. بله، گنگی. یه ایرادی داره، یه گنگی داره. و ادامه میدید یه مقدار بیشتر، میبینید که نه، این ترجمه اونجور که باید شاید نیست. یعنی یه راه دیگه رفته فیلم، یه راه دیگه رفته. اون موقع شما مسئولید که این فیلمو هر طور شده دوبله بکنید و برسونید به شبکه یا ویدیوی رسانه‌ها و دوبله. چی کار میکنی در اون لحظه؟ چه تصمیمی میگیری؟ چون خیلی کار مشکلیه تصمیم گیریش در اون لحظه. من به نظر من هر کاری رو که هر مدیر دوبلاژی انجام میده، بله، این به عنوان یک نوع شناسنامه کاریشه. اینو ما باید بدونیم. بله. که این شناسنامه کاری ماست. اگر 100 تا فیلم کار بکنیم، دو تاش، یه دونش، 5 تاش به این شکل در بیاد، یه روزی در یه جایی احتمالاً ممکنه همون دو سه تا رو بذارن جلوی ما، بگن این شناسنامه کاری شماست. آقای مثل شما این کاره نیستید. ها؟ پس اگر اون همچی ترجمه به دست من برسه، متاسفانه برش میگردونم، ادامش نمیدم. برای اینکه چیزی که من از فیلم فهمیدم اونی نیست که ترجمه داره به من میگه. به اعتبار شما لطمه نمیزنه پیش صاحب کار؟ به هیچ عنوان. تازه صداقت من رو میرسونه که من میخوام کارمو درست انجام بدم، کارمو دوست دارم و باید کار درست ارائه بدم. حالا اگه به شما گفتش که آقا برو خود جمع جورش کن، مسئله ای نیستش که شما میگید این کارو دیگه نمیکنید، توهین به این کار. بله، میگید نه من نمیدونم. ایشون داره به من توهین، خوب به من بده تا کار خوب بهتون بده. ایشون داره به من توهین میکنه، به صنف من توهین میکنه. پس ترجمه خوب نباشه شما قبول نمیکنید. میگید باید ترجمه درست به من بدید. پیش اومده من این کارو کردم. بله. خود جناب علی هم شاید مسئولیت رو همیشه کیس کردید در این کار. خب اگه خاطرتون باشه یک فیلمی هم بودش که از خود جناب علی دعوت کردم برای کار، وقتی رفتم جلو اومدم گفتم این ترجمه به درد کار من نمیخوره، من نمیتونم قبولش کنم. این جملات فارسی نیست، یعنی فارسی درب و داغونه. چون فارسی، آقای جلی من، زبان فارسی خیلی شیرینه و بایدم شیرین اجرا بشه. دوبلورا به خاطر همین تکن که زبان فارسی رو به طرز شیرین و زیبایی بیان میکنن. تکن واقعا تکن. صدا پیشه ها تکن هست. خیلی کم داریم تو جامعه، 70 میلیون. چند تا گوینده داریم ما؟ من فکر کنم اگر خوب سواشون کنیم 70 نفر هفتاد نفر هستن. 200 نفر ولی
70 نفر کارگر هستن که کار میکنن، یعنی برای هر 1 میلیون نفر یک. اصلا صدا پیشه ها اینجوره. اون فکر نمی‌کنی فاجعه است واقعا؟ برای هر 1 میلیون آدم یک گوینده، یک گوینده است تو این مملکت هنرخیز، هنرپرور. متاسفانه اینجوریه و به همین دلیله که زبان فارسی اون شیرینیش رو با صدای دوبلورها یا گوینده‌ها، هر کسی که صدا پیشه است، میشنوه. شما معتقدید که یک فیلم خارجی که میاد ایران و گویندگان ایرانی، گویندهای دوبله صحبت میکنن و فیلم آماده میشه برای روی صحنه، میره روی سینما، تموم میشه کارش، بله. مردم هم میبینن همون فیلم با همون شکل و شرایطی که از خارج میاد، میره آلمان، اونا هم دوبلش میکنن، میره فرانسه، میره اسپانیا، میره ایتالیا، میره ترکیه، اونا هم دوبله میکنن، بله. شما فکر کنید اونا همین شیرینی زبون ما رو دارن وقتی ترجمه میشه؟ مثلا همین فیلمو شما یادتون هست که چیکار کردی؟ میرید درست اتفاقا توی مثلا خارج، در مثلا آلمان یه شهری دارن، میگین این فیلمو ما به فارسی دوبله کردیم، میرید نگاه میکنید، میتونید متوجه بشید اونها با شما چقدر تفاوت دارن، اون دوبله با این دوبله. بله دقیقاً. البته از نظر سینکو صادقانه ها، بله دقیقا. من کاراشونو اتفاقا نگاه میکنم آقای جلیمن، چون من کارمو دوست دارم. من مثلا کار ترکا رو میبینم، کار آلمانا رو میبینم، کار کشورهای دیگر رو میبینم، سینکاشون، اندازه لبشون، همه چی در نظر فنی درسته. مثلا جنس صدا چطور؟ جنس صداشون به دلم نمیشینه. نه اون این اجرایی که باید داشته باشن رو ندارن، چون دوبله زیاد موفقی هم ندارن، اون بیشتر صدا سر صحنه میگیرن، مثل که زیاد اعتقاد به این قضیه ندارن، مگر فیلمایی که انیمیشن هستش که دیگه از هنرپیشه ها استفاده میکنن. چرا؟ چون اون هنرپیشه ها بیان خوبی دارن، بله. از آدمای عادی نمیتونن استفاده کنن. ولی میدونید چه درآمد سرشاری دارن گوینده های خارجی برعکس گوینده ایرانی؟ متاسفانه. شالا درست میشه. خب سال اولش برد. پس شما این شغل رو عاشقانه دوست دارید؟ بله واقعا عاشقانه دوست دارید. خیلی دوستش دارید؟ خیلی، با اینکه فنی هستم، کار فنی رو بی‌نهایت دوست دارم، ولی ترجیح دادم. فرمودید کار فنی، کار فنی استودیو چطور؟ شما یه کاری رو انجام میدید به عنوان مدیر دوبلاژ یا گوینده، همه بچه‌ها هم خوب صحبت میکنن، ولی میرید توی حالا سینما یا صفحه تلویزیون داره پخش میکنه اون فیلم، میبینید که دلچسب نیست از نظر صدا، موسیقی، میکس، میدونید بانسازی، اینا نقش اصولا صدا بردارها و اون تیم فنی که رو این فیلم کار میکنن تا آماده ای پخش بشه چیه؟ شما چه پیشنهادی دارید به اونها و اصولا چه فکر میکنید که چه کار باید بکنن اونها؟ چه مسئولیتی دارن؟ خدمت رو عرض کنم که میتونی جواب ندید سوال؟ نه صدا بردارا جدا از کار ما نیستن. بله، همونطور که من میتونم یک فیلم رو با دوبله بد زیر سوال ببرم، بله، ایشون هم صدا بردارا میتونن این کارو بکنن، هم کار من و هم فیلم و همه رو زیر سوال ببرن. بله، نبض کار دست ایناست، یعنی کاری که زحمتی که من کشیدم دست صدا بردار و گروه فنیه، با یک ساند افکت بد، با یک صدا برداری بد، همه چیز رو میتونه به هم بریزه. یعنی کار این عزیزان زحمت کش از ما جدا نیست، ما کاملا همکاری تنگ و تنگ داریم، یعنی یک صمیمیت، یک دوستی، یک ارتباط بسیار احساسی ما با صدا بردار داریم. معلومه به دلیلی که اون هم توی کارش، اون هم دل میسوزونه توی کارش. اگر صدا برداری بد باشه، متاسفانه تمام زحمت کار همه زحمت، بله، زحمت ما میره زیر سوال. پس اونا مسئولن که مسئولن کارشونو، بله، به نحو احسن اونا بیشتر مسئولن، اونا باید یه ترجمه، بله، خوب داشته باشن. ترجمه خوبشون کار ماست. دقیقا. راکی پیر یه راست دیگه نشون میده، بعدش هم بوم اینجوری میره بالا. آره میدونی راکی مارسیانو تنها بوکسر سنگین وزنی بود که بدون شکست باقی موند و بازنشسته شد. واه واه. آره تو سقوط هواپیما کشته شد. آره مرد کوچولو، تو چند سالت؟ ها 15 سالت میشه نه؟ من 6 سالم. او نه، به نظر 15 ساله میرسی. میخوای بدونی چجوری میتونی بزرگ شدی، یه قهرمان بزرگ و قوی بشی؟ هر روز صبح که از خواب بیدار میشی آسیلاتو اینجوری میزنی بالا و اینطوری توش پوت میکنی و اصلا به این که چند سالت ربطی نداره، همش بس به اینی که وضعیت خودتو چجوری درست کنی. باید به پاهات خوب برسی، چون حالا به حالا بهشون احتیاج داری.
و باید تو زندگی درست بشی و نباید با آدم های ناجور قاطی بشی، چون این کار درست نیست. نه 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 برای بهبود و کیفیت و بالا بردن کار دوبله به نظر شما آدم باید چی کار کنه؟ با اینکه میگن خب دوبله ایران هنوز در مقامات بال در مقام بالای قرار گرفته و جز اول هاست و از این صحبت ها، ولی برای گویندگانی که الان اون جوان هایی که الان دارن کار میکنن که روزی نرسه که یه شخصی به اسم چنگیز یلوان بیاد ازشون سوال بکنه که حاضرت این شغل با شغل دیگه عوض بکنی و این جوابو بشنون، ناراحت میشن دیگه. برای اینکه این جواب نشنون شما چه پیشنهادی میکنید برای این جوانهایی که الان مشغول این کار هستن و عاشقانه به این کار عشق میورزن و شب و روز به فکرش هستن و برای اون تعداد از خانمها و آقایون جوانی که علاقمندن بیان به این کار چه پیشنهادی میکنید؟ والا چی میتونید به اونها بگید که به یه جایی به هر حال برسن که به این ناراحتی که این حال هوایی که شما امروز هستید راجع به دوبله گرفتار نشن؟ طبیعتاً آقای جلیمان وقتی شما به یک چیزی اهمیت بدید، به یک کاری اهمیت بدید، عوامل اون کارم این ذوق و شوق رو پیدا میکنن که توی اون کار بیشتر فعالیت کنن یا از جوانایی که میان بیشتر حمایت کنن، ارزش کار رو بهشون بفهمونن. الان نوع آموزشی که جوانا دارن توی کار ما میبینن به نظر من غلطه. باید با همون سیستم قدیم اینا تمرین کنن تا کار رو یاد بگیرن، بعد بیان با دیجیتال کار بکنن. الان هر کدومشون از رو میرسه میذارن جلوشون و یاد گرفتن که سری فقط یه چیز رو بگن و برن، فقط بخونه از روش. دوبله خوندن روی فارسی نیست، هر کسی بلد اینو بخونه. ولی خیلی آدم داریم که بلد نیستن بخونن، حتی از رو هم نمیتونه بخونه. حتی اومدن جوانایی که امتحان بدن ما دیدیم از رو هم نمیتونه بخونه. حالا میگه اون یه درسن که میتونن از روش بخونن، خب از روش میخونه، ولی اجراش رو سالها طول میکشه تا کوک بشه. یعنی با تمرین کنن خیلی طول میکشه. آقا جلیم خودتون استادین تو این کار. خود من یه چیزی حدود 7-8 سال طول کشید تا صدام کوک بشه، تازه بتونم یه کاری رو در جوار گوینده دیگه انجام بدم. خیلی طول کشید، با اینکه علاقه من بودم، کار تئاتر میکردم، بیان کار کرده بودم، دوست داشتم صدا رو، با این حال 7-8 سال طول کشید. این قانونشه، ربطی به هوش و اینا نداره. شاید یه نفر بیاد که صدای کوک شده ای داشته باشه، ولی نه آنچنان کوک. من برای همین نصیحتش میکنم، میگم عزیزم تو هر موقع از این کار بری موفقی، فکر آیندتو بکن. این کار زیباست، یه جذابیتایی داره، ولی آینده ساز نیست، برای تو که جوانی نیست. حالا شاید یه برداشت دیگه میکنه، ولی به خدا اینجور نیست. من همه جوانا رو دوست دارم، همیشه هم ازشون حمایت کردم. حتی خودم باعث شدم بیان تو این کار. درود بر شما. دیدم که دنبال کارشون واقعا. لحظه‌ای که تو این کار هستید این کارو بکنید، ازشون حمایت می‌کنید. به هر حال خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. سپاسگزارم از نصیحت‌هایی که کردید، اندرزهایی که ما دارید در خدمتتون به عنوان شاگرد. خیلی خیلی لذت بردم. با سپاس فراوان از حضور گرانمایه شما در این برنامه از جناب علی خداحافظی میکنم. امیدوارم که سلامت و تندرست باشید، در کارتون موفق باشید و خداوند بهتون عمر طولانی بده. همین آرزو رو من برای شما دارم. قربون شما برم. خیلی ممنونم. با سپاس فراوان یک هدیه ناقابل داریم از طرف شبکه 5 میدم خدمتتون. به پاس زحماتی که در این چند سال کشیدید امیدوارم بپسندید و همینطور یک هدیه ناقابل هست که خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم با رسم یادبود اینها رو بپذیرید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. خیلی سپاسگزار مجدداً. خیلی ممنون از این لطفی که کردید. قربون شما مجدداً. قربون شما. خیلی خوش آمدید. ان شاءالله برنامه‌ای بعدی.